من هرچی چک کردم نتونستم بفهمم آن رو یعنی چی. اصلا نیست، نمونهش تو اینترنت نیست. حالا اینترنت ایران محدوده، نمیدونم فیلتره، ولی اینترنت ما بازه دیگه، هرچی بزنی در میاد. مولتی ویتامین که خب مولتی ویتامینه، داروی ویتاسپیرین دارویه که ویتامین همراه با آسپرین که من هرچی سرچ کردم اینو فقط به فقط برای مرغایی تو مرغداریه ویتاسپیرین. داروی سولتریم هم من هرچی که بود به زبان اسپانیایی بود که من نتونستم بفهمم متاسفانه، نه وقتش هم نداشتم بدم به گوگل ترانسلیت. خب ولی اگر شما تشریف بردی به دکتر گفتی دکتر گفتی سرما خورده، چیزایی که بهت داده تا اونجایی که من پیدا کردم مولتی ویتامین و ویتاسپیرین چیزایی مال سرما خوردگیه. حال این که ویتاسپیرین رو من برای مرغ دیدم، بله میتونه برای قناری هم استفاده بشه چون دوزشو میاری پایین، مثلا همین اسکات چیزایی S76 مثلا برای قناری بعد 5 قطره بریزی تو آبدونش، برای مرغداری مثلا بعد 2 لیتر بریزی تو مثلا یه تانکر آب، دوزشو میارم پایین. من متاسفانه فکر میکنم قناری شما، قناری داداش من بر اثر آسم میتونه فسفس کنه. یه موقع هست شما مادر گرامیتون یه پیازداغی درست میکنه یا یه سیری داغ میکنه یا بابای محترمتون میشینه یه سیگاری تو خونه میکشه یا آدمایی هستن که عشقشون میکشه تو خونه شون چیزای دیگه بکشن، نوش جونشون عرض بزرگشون، اونا میشینن یه حالی میکنن، اینا باعث تقریبا آسم موقت میشه توی قناری، ولی اگر ادامه بدی میشه آسم دائم. سه تا چیزه که به هم دیگه تو مسئله قناری خیلی شبیه هم، یکیش آسمه، یکیش سرماخوردگیه، سومیش مایته. مایتیه به نام ایر سک مایت که یه سری مایت جک جونوره خیلی کوچیکن که میرن تو کیسه هوایی داخل ریه قناری شما. اثراتی که ارسک مایت داره عین سرماخوردگی و عین مایت، عین آسمه. حالا عکس مدفوعی که شما برای من فرستادید، اون مدفوع ایراد داره، ولی ایرادش مربوط به سرماخوردگی اینا نیست، ایرادش مربوط به همون کاریه که به زور شما میخوای تقویت کردی که ازشون خارج از فصل جوجه بگیری. میشه این کارو کرد، تو این ویدیو من گفتم، ولی نه شما، شما یه آدم با تجربه میخواد، نه من. نگاه کن من این که ادام میشه الان حیوانام تکن جفتشون ننداختم، دستی که من برای نورم تایمر دارم، برای درجه حرارتم ترموستات دارم، نکردم، گذاشتم سر فصل خودش. خب ولی شما نوشتی که اینا رو به من داده، بعد موهای سرش سیخه، پراش هم آویزونه. خب موی سر که سیخ شده داداش من، قناری وقتی که تنگ نفس میگیره، وقتی آسم میگیره، وقتی که مشکلاتی پیدا میکنه، مشکل اول که کمه، حتی گشنه میمونه، حتی اگه تشنه میمونه موهای سرش سیخ میشه، بعد که شما به دادش نرسی بدنش پف میکنه. قناری شما مشکل پیدا بکنه هم میتونه پف بده بدنشو، و تو اینترنت هم سرچ کنی اولین علائم بیماری اینه که قناری پراش بالاش از بدنش دور نگه، بالاش آویزون میشه، اینا نشونهایی کسالته. بعد که شما تشریف بردی نزدیک دیگه صدای فسفسی نشنیدی، اگر تو ویدیوهای قبلی من نگاه بکنی بهتون گفته بودم که رفتم اگه خانومی یه چیزی بخرم، قناری بخرم، هی میزد زیر قفس. قناری داداش من وقتی که مریض میشه بی نهایت ترسو میشه و در بدترین اوضاع باشه، یعنی در حال مرگ اگه باشه، وقتی نگاش میکنی پف کرده، سرش زیر پراشه، داره آب داغون، وقتی نزدیکش میری میترسه، خودش جمع جور میکنه و بعد میشه شکل اصلی خودش. و قناری هم که مشکل تنفسی یا آسم داشته باشه، وقتی که میترسه چیز میکنه خودشو، نفسش درست میشه، وقتی ریلکس میشه از هیچی نمیترسه، اون موقع شروع میکنه آروم نفس کشیدن، یا صدای کلیک میشنوی از گلوش یا صدای فسفس. متاسفانه نه من
من فکر میکنم با تجربه تر از منم قطعا نتونه بگه قناری شما آیا آسم داره، آیا شبه آسم یا ابتدای آسمه، یا ارسک مایته، یا سرما خورده. شما باید از بزرگ شما که یه فکری بکنی ببینی ایام گذشته بادی، سرمایی، آبتنی چیزی دادی یا ندادی، بعد بری سراغ مایت، بعد در مورد کشف کنی ببینی آیا مایته یا آیا مثلا آسمه. نگاه کن ببین مثلا اگر مادر گرامیتون پیازداغی، سیرداغی، کسی سیگاری، حتی جاروبرقی، وقتی که جاروبرقی میکشن مادرها، خواهرها اینا تو خونه، جاروبرقی درسته از جلو آشغالای گنده رو میکشه بالا، ولی از اون پشتش یه سری خاکای خیلی خیلی داستای میکرونی رو میده از بیرون، که خیلی هستن از این مسئله زجر میکشن، نمیتونن اونو تحمل کنن. ژاپنیا نگاه بکنی اکثرشون وقتی جاروبرقی میکشن ماسک میزنن زنا تو خونه، به خاطر اون داستیه که جاروبرقی تولید میکنه، یه پودر خیلی نازکیه که انقدر ریزه میره تو حلق آدم، یعنی موهای دماغ و رطوبت گلو اینا نمیتونه بگیرتش. شاید اون بوده و داروی هم که اون دختر خانومه به شما داده اینا، اگر رفتی بهش گفتی من قناریم سرما خورده، تقریبا درست داده به شما. شما تو این تکست گفته بودی که من به من گفته 6 قطره بریز توی جا آبیش، اینقدم اینجوری بده، اونقدم اونجوری بده، گفتی میترسم کبدش داغون بشه. من نمیدونم آیا ایشون دوزشو به شما درست گفته یا نه، ولی معمولا یه دارو میدن برای قناری، درست میگی برای کبدش و اینا درسته، ولی الان ایشون به شما 4 تا دارو داده. بعضیشو باید فکر کنم چند قطره بریزی تو آب، یکیش هم گفتی که انگار باید پودر با قاشق بریزی توی مثلا غذاشون. خب الان سه تا دارو رو هر کدومش 6 قطره بریزی توی یه چیزی تو آبدون، خب این که میشه اولا که 18 قطره، بعد سه مدل دارو بخواد قاطی بشه. من نمیدونم دختره چی داده به شما، معمولا یه دارو رو میریزن. اگرم قرار باشه مثلا میگم قناری مریض این سه تا دارو رو بخوره، نمیان سه تا رو بدن بگن از این سه تا یه دارویی درست میکنن که یکی بشه بگن آقا اینو 6 قطره بریز. مثلا داروهای من اینجا دارم که هر کدومشون متشکل از 10-12 مدل چیز مختلفن. یارو نمیاد به من بگه آقا این 12 تا رو با هم قاطی کن، خودش به اندازه کافی تو لابراتوارش قاطی کرده، به ما میگه آقا بله اینو مثلا 8 قطرهشو بریز مثلا توی 150 میلی لیتر آب. و دهن قناریتون هم که بازه، بله اگر آسم داشته باشه، اگر ارسک مایک داشته باشه و اگر سهم خورده باشه، قناری نفس کشیدن از سوراخ‌های بینی براش کمه، از دهنش نفس میکشه. به اضافه این که قناری اگه خیلی هم گرمش هم باشه از دهنش نفس میکشه، خیلی گرمش باشه از دهنش نفس میکشه. عکس مدفوعی هم که فرستادی بودی به خدمتتون عرض کردم که مدفوعش ناخوشاینده، ولی نمیتونه مال آس سرماخوردگی و ارسک مایت باشه، چون اینا تا اونجا که من میدونم زیاد مدفوع اون شکلی نمیکنه. عکسی که شما فرستادی مدفوعش ماله عرض بزرگ شما ماله اون داروها و اون کارایی کردی که به زور خارج از وقت قناری شما بره جفت بخوره. من ازت خواهش میکنم، حالا ما ریش گرو میذاریم جون هر کی دوست داری، قناریاتو بیخیال شو، صبر کن تا بهار. به خدا ما این همه جوجه از قناریامون گرفتیم، هیچ کس نیومد یه 2000 به ما بده یا آقا این 2000 رو بگیریم مثلا جوجه گرفتی. نه من گنده تر از من مارکو پسر ایتالیایی هستش، اگر بری تو اتاق قناریاش ببین سه طرف اتاقش قناریه، یه طرفش پر تقدیرنامه است از این گلای تو بچه‌ها که تو اروپا هستن میدونن، حیوانا سگ و گربه و اینا که چیزی رو برنده میشن، یه گلای با رمان یه گلی درست کردن، میشه گفت و میشه گفت قرمز طلاییه با یه رنگ دیگه، قرمز زرد یه رنگ، از اونا میدن آویزون میکنن به قفس قناری. پسر نصف اتاقش پر از اوناست، ولی اونم عرض بزرگ شما من تا الان نشیدم که اون بخواد خارج از فصل قناری بگیره. مطمئنم اینا.
مطمئنم مطمئنم، چون من خیلی رفت آمد داشتم اونجا و دوستای ایرانی هم هستن که اینا واقعا به قناری به عنوان بیزینس نگاه میکنن. الان میخوام من میرم خونهشون فیلم میگیرم، الان همه تو فصل استراحتن، طرف داره الان فقط فکر میکنه که چجوری قناریش دوران طولکی و پرریزی خوبی رو داشته باشه، چون طولکی و پرریزی خوب یعنی دوباره زنده شدن قناری، یه پرنده، یه افسانه ای هست. خوبه که بگم عقاب وقتی 40 سالش که میشه خودش با نوکش ناخوناشو میگیره میکنه و انقدر میکوبه بالای خودشو به سنگا که این پرای قدیمیش بیفته و مجدداً پر جدید در بیاره، ناخونای جدید در بیاره که بتونه مجدداً دوباره با اونا شکار کنه و پرواز بکنه. این حالت افسانه است، ولی تایی داستانی که شما بری ببینی افسانه اونچنانی هم نیست. پرنده ها مجبورن به انداختن پر و در آوردن پرای جدید برای یه سری مسائل بیولوژیکی و حالا اون یه میتولوژیه که حالا در موردش اونجوری صحبت شده تو شاهنامه، که من خیلی مفتخرم که من ایرانی هم ایرانی هستم که شاهنامه دارم، نه فقط ایرانی افغانی، ایرانی افغانی تاجیک، تمام فارسی زبانهای دنیا باید مفتخر باشیم که شاهنامه داریم. حتی اگر خارجی هم باشه فارسی بلد باشه که بتونه شاهنامه رو بخونه، اونم باید مفتخر باشه به شاهنامه. و شما خواهش ازت میکنم فعلا به قناریات یه ذره برس تا ببینیم که بهتر بشه.